سلام، من نجمه هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخوام راجع به راهکارهایی برای کنترل تنبلی باهاتون صحبت کنم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین لطفاً حتما اونا رو ببینین و رو لینک های بالا کلیک کنین و بعد از اون در ادامه این ویدیو تا انتها با من همراه باشید تا راهکارهای مفیدی رو یاد بگیرید. اساساً تنبلی بر پایه احساس هست. معمولا تو نمیتونی خودتو متقاعد کنی که تنبلی نکنی و لذت نبری. یعنی در واقع اگه در موقع تنبلی منطق شما کار کنه، قطعا تنبلی نمی کنی. حالا کاری که باید بکنین چیه؟ 1. در موقع تنبلی با خودتون صحبت کنین و به صورت منطقی متقاعدش کنین. بگین که من میدونم که شرایط سخته و منم سوپرمن یا سوپر وومن نیستم که بخوام همه کارا رو در آن واحد انجام بدم، اما باید یک سری کارا رو با هم انجام بدیم. منطقی صحبت کردن همیشه جواب میده، حتی موقع صحبت با خودتون. 2. قانون یک خرگوش رو رعایت کن. هرگز در یک زمان دنبال دو خرگوش ندو، چون به هیچ کدومشون نمیرسی. همون ضرب المثل قشنگ خودمون که میگه با یه دست نمیشه دو تا هندونه برداشت. یادت باشه که هیچ وقت فرصت کم رو با سرعت زیاد جبران نکنی. ما بعضی اوقات احساس میکنیم چون دیر شده پس باید 100 تا کار رو با هم انجام بدیم. خب این نشدنیه و باعث میشه مغز ببره، چون تنبلی یکی از راه‌های استراحت مغزه. وقتی مغز من میبره و خسته میشه میگه بذار تنبلی کنم. وقتی 100 تا کار برای مغز میچینی، مغز راه در رو پیدا میکنه و اونم تنبلیه و باعث میشه خودت اذیت بشی. پس نه اونو اذیت کن نه خودتو. 3. وقتی ذهنت شلوغ میشه یک سری از کارها رو انجام نمیده و میخواد خودش رو خلاص کنه. این تو محیط بیرونی هم صادقه. وقتی محیط اطرافت شلوغ باشه حواست پرت میشه، ذهنت شلوغه و شلوغی ذهن جلوی انجام کارهای اصلی رو میگیره. پس سعی کنید حتما یک روز در هفته رو به پاکسازی محیطتون اختصاص بدید، چه محیط بیرونی و چه ذهنتون. حتما توی ورودی های ذهنتون دقیق باشین. وقتی دیدید گوشیتون خیلی پره، دیدین که کارایش میاد پایین، ذهنم همین حالتو داره، پس حتما یک روز رو اختصاص بدید برای پاکسازی محیط و ذهنتون. اجازه ندین با تنبلی درد به رنج تبدیل بشه. و در آخر همیشه از خودتون بپرسین 3 تا 5 سال دیگه من کجا هستم؟ اگه جای خوبی نیست الان باید تلاشتون رو بیشتر کنید. من باز هم در کنارتون هستم با ویدیوهای بیشتر. پس لطفاً اگه تا حالا این ویدیو رو لایک نکردین، ویدیو رو لایک کن و منو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی هم بهتون نشون داده بشه.